سلام به شما بینندگان عزیز شبکه جهانی جام جم. خوشحالیم که خداوند توفیق داد با برنامه این هفته کنکاش از شبکه جام جم در خدمت شما همیهنان عزیز و فارسی زبانان ارجمند در سراسر جهان باشیم. البته خودت که بهتر میدونی که خوشحال بودن تو اصلا مهم نیست، مهم اینه که اونایی که پای تلویزیون نشستن از دیدن تو و برنامه های نظام خوشحال بشن. که البته خودش بستگی به این داره که تا کجا مسائل علمی و برنامه های راز بقا رو دنبال میکنن. تحلیلگر مسائل راهبردی و کارشناس مسائل سیاسی میهمانه برنامه این هفته کنکاش هستن. آقای دکتر شب بخیر، خیلی خوش آمد. خب پچی نه مثلا میخواستی بعد اومده باشم، برو سر سوالات ببینم چی داری تو چنتت. همطور که میدونید بیش از یک دهه هست که با ابتکار مقام معظم رهبری و با نامگذاری هر سال جهتگیری های اساسی کشور و مردم در هر سال تعیین و مشخص میشه. از چندین هزار سال پیش اسم سالا رو میذاشتن سال ما رو نمیدونم گاو و خوک و میمون و از این حرفا، ولی مقام عظما این اسم گذاری های استکباری رو تعطیل کردن تا هیچ برادر بسیجی دچار حسادت نشه که مثلا مگه ما چیمونه اینا کمتره که سال نداریم. بالاخره هم باید یه چیزی به جاش میذاشتن دیگه. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که تو خانواده یه شوته که تازه رفته بود کلاس کامپیوتر یه بچه به دنیا اومده بود، همه جمع شده بودن که براش اسم بذارن ولی به توافق نمیرسیدن، مثل داستان آلماتی خودمون شده بود. بالاخره شوته کامپیوتریسته گفتش که خب فعلا اسمشو بذارین نیو فولدر تا بعدا تصمیم بگیریم. در 3-4 سال اخیر نامگذاری های کشور عموماً سمت و سو و جهتگیری اقتصادی داشته. آره، یعنی به سمت جیب بوده. امسال هم نیمی از نام سال در واقع حماسه اقتصادی هست. چرا حماسه سیاسی امسال هم وزن حماسه اقتصادی در نظر مقام معظم رهبری اهمیت پیدا کرده و به نظر شما ضرورت نامگذاری این بخش از نام سال 92 بر چه اساسی بود؟ نمیشه که همش من کارای ایشون رو جمع و جور بکنم. خب خودشون بپرس ببین نظرشون چیه. آقای دکتر خوشحال میشیم نظر جناب علی رم در همین باره بشنویم. خب به نظر من جا به جایی آقا محمود از موقعیت گماشته محبوب من به موقعیت سیخ تو پهلو یه جا به جایی مهمی برای مقام عظما محسوب میشه که باید پشت درهای بسته برای توضیحش بدم. خیلی وقتا یه جا به جایی کوچولو میتونه همه ارنج رو خراب بکنه. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که شوته تو انگلیس راننده تاکسی شد، بهش گفتن سخت نیست فرمون جا به جا شده سمت راست اینجا، گفتش که نه سخت که نیست ولی یه مشکلی که دارم اینه که هر وقت پوست تخمه توف میکنم بیرون میفته رو مسافر بغلی. خیلی متشکر. طبیعتا نامگذاری حماسه سیاسی توجه دادن به این مسئله است که این انتخابات باید با شور خاصی برگزار بشه. کاش به جای شور خاص یه خود شعور خاص داشتی این سوالا رو نمی‌کردی. اگه ملت بخوان حماسه‌ای رو رقم بزنن و در واقع مسئولان بخوان زمینه‌های برگزاری این حماسه رو فراهم بکنن، به چه نکاتی باید توجه کنن؟ این در واقع چه زمینه‌هایی رو مسئولان و حاکمیت باید فراهم بکنه تا اون حماسه به نوعی رقم بخوره؟ من نمیفهمم این سوالات مشنگی چیه تو میکنی؟ مقام عظما داره از درد به خودش میپیچه تو این انتخابات با این بدبختیایی که داره، تا با این سوالای صد مگازت هی نمک میپاشی رو زخم ایشون. چیه مثلا من باید بگم که شناسنامه مرده آماده بکنیم به تعداد زیاد، یا بسیجی ها دستاشون رو نرمش بدن که باید رای بنویسن، یا مهندسی سپاه آماده بشه برای یه کار مهندسی سنگین انتخاباتی؟ عجب گیری کردیم با این وسطا. تو هم که به نظرم از اونایی که شب اول قبل باید 52 تا فرشته بیان بالا سرت، 2 تا برای این که سوال و جواب باید بکنن، 50 تا برای این که حالیت بکنن که معنی اون سوال جواب چیه. شبکه های خارجی از ما خیلی زودتر شروع کردن و در واقع به بعضی
فاکت های مصنوعی در سال 88 اشاره میکنن. آره اون فاکت های مصنوعی و تظاهرات مصنوعی و قیام مصنوعی زد فک مصنوعی مقام عظما رو به این روز انداخت. مقام معظم رهبری عقب مونده و بدبخت و بیچاره. خیلی وقتا بادکنکیه و در واقع با یک تلنگری ما شاهدش بودیم که چه اتفاقی افتاد. خیلی ممنون آقای دکتر. فکر میکنین اگر ما بتونیم یه حماسه سیاسی خلق بکنیم، آثار بین المللی و به خصوص منطقه اون چه خواهد بود؟ خصوص این که سال 88 ما یه تلخی هایی رو بعد از انتخابات داشت. وضعیت انتخابات از این بابت خیلی ناجوره. مقام عظما و آق محمود که یه موقع اصلا به عنوان نمونه لیلی و مجنون ازشون یاد میشد، الان کارد و پنی رو بیشتر تداعی میکنم. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفهمودن که یارو گفتش که به اون یکی، گفت ببخشید آقا من شما رو قبلا تو دبی ندیدم. یارو گفتش که نخیر من اصلا دبی نبودم تو عمرم. بعد شوته برگشت گفت چه جالب، اتفاقا منم تا حالا دبی نبودم، حتما دو نفر دیگه بودن. میخوام بگم مقام عظما و آق محمود از بیخ زدن زیر هرچی سابقه با هم دیگه داشتن. خیلی متشکرم آقای دکتر. از بینندگان عزیزمون هم همینطور. تا برنامه بعدی کم کاش، همه شما رو بخیر.